اینجا ژنو دومین شهر پرجمعیت سوئیس که میزبان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متعددی است. این بار اما مذاکرات مهمی در هتل اینترکانتیننتال این شهر در حال برگزاری است. مذاکراتی میان ایران و پنج به علاوه یک. هدف کلی مذاکرات این است که ایران بعد از آنکه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کرد، با آن مانند سایر کشورهای عضو NPT برخورد شود، با حقوق برابر با سایر اعضا و البته با تعهدات مشابه. ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم را حق تمامی کشورهای عضو معاهده می‌داند. اما یک کشور تفسیر دیگری دارد. ما معتقد نیستیم که هیچ کشوری حق غنی سازی دارد. این ده ها سال است که سیاست ما بوده. ایران هم به نظرم ده ها سال است که میگوید حق غنی سازی دارد. ما تلاش میکنیم ببینیم با مذاکره و توافق میتوان سازشی بین این دو موضع ایجاد کرد یا نه. ما امیدواریم. تفسیری اختصاصی از NPT که حتی مخالفت کارشناسان هسته‌ای را به دنبال دارد. NPT به صراحت از غنی‌سازی اسمی نبرده، اما فهم من از ماده چهارم NPT این است که منظور از این ماده تأکید برای آزادی کشورها بوده، در حالی که ماده دوم این معاهده آزادی عمل کشورها را محدود کرده به این ترتیب که از آنها خواسته سلاح هسته‌ای نسازند. بنابراین ماده چهارم محدودیتی بیشتر از آنچه در ماده دوم آمده، یعنی ممنوعیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای مطرح نکرده. پس به لحاظ قانونی به نظرم ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد. با وجود اختلافات عمیق دو طرف، آیا امیدی برای رسیدن به یک توافق اولیه وجود دارد؟ آیا پس از چند دور مذاکره ناموفق، این بار دود سفید از دودکش‌های این هتل بلند خواهد شد؟ سوالاتی که همه خبرنگاران و رسانه‌ها را پشت درهای این هتل چشم انتظار نگه داشته است. پس از پنج روز مذاکره سخت و فشرده، بالاخره انتظارها به پایان رسید. این تصاویری است که به صورت زنده از اینجا به دنیا مخابره شد. تصاویری که خبر از شکسته شدن تلسمی 10 ساله می داد. توافق ایران و پنج به علاوه یک در نگاه رسانه‌های دنیا نام‌های متعددی به خود گرفت. در هر حال این توافق توافقی تاریخی در زمینه موضوع هسته‌ای ایران است که حدود 10 سال در بنبست مانده. غنی‌سازی اورانیوم ستون اصلی چادر ساخت تسلیحات هسته‌ای است. با توافقنامه ژنو آمریکا رضایت داده است ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهد. این توافق حق ایران را در داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مورد تایید قرار می‌دهد، اما در این حال امکان دستیابی اون به برنامه هسته‌ای نظامی را به طور کامل منتفی می‌کند. معنی این توافق موافقت با لزوم به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله حق غنی‌سازی است. ایران با مجموعه وسیع از نظارت‌ها جدا از آنچه آژانس هم‌اکنون اجرا می‌کند موافقت کرده. اما با وجود این اظهار نظرها، نتیجه و مفاد توافق هنوز نامعلوم است و کسی نمی‌داند ایران و پنج به علاوه یک بر سر چه چیزهایی توافق کرده‌اند و طبق این توافق دو طرف قرار است چه اقداماتی انجام دهند و آیا ایران و پنج به علاوه یک ظرف مدت زمانی وعده داده شده به توافق و تعهدات خود در ژنو پایبند خواهند ماند و آیا حسن نیت دو طرف می تواند زمینه را برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی در وین آماده کند؟ ژنو نقطه ایست که از دید رسانه ها و تحلیلگران به نقطه ای عطف در مذاکرات هسته ای تبدیل شده. نقطه ای که شاید بتواند نقطه پایانی باشد بر راه طولانی و پرفراز و نشیبی که ایران و پنج به علاوه یک از یک دهه قبل آغاز کرده بودند. با گذشت چند روز از توافق ژنو و فروکش کردن احساسات و هیجانات اولیه، رسانه ها حالا از مسیر دشواری سخن می گفتند که ایران و پنج به علاوه یک در 6 ماه آینده پیش رو دارد. مسیری که قرار است به توافقی جامع و نهایی منتهی شود و پرونده هسته‌ای ایران را به حالت عادی برگرداند. اینکه ایران و پنج به علاوه یک در این توافق چه تعهداتی داده اند و قرار است ظرف 6 ماه آینده چه اقداماتی انجام دهند، اولین سؤالی است که پاسخش را می توان در متن این توافق نامه یافت.
این گام اول مجموعی از اقدامات داوطلبانه دو طرفه که باید در 6 ماه عملی بشن. اقدامات داوطلبانه ایران به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول در مورد فعالیت‌های هسته‌ای. ایران نصف ذخایر اورانیوم 20% خودش رو تا 5% باید رقیق و نصف دیگر رو برای تولید میله سوخت به اکسید تبدیل بکنه. همچنین غنی‌سازی بالای 5% رو باید متوقف کنه. در این 6 ماه گسترش تأسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز، فوردو و ساخت و ساز راکتور هسته عراک هم باید متوقف بشه. بخش دیگر اقدامات داوطلبانه ایران مربوط به همکاری با آژانس. ایران جزئیاتی شامل توصیف 1 به 1 ساختمان‌ها و ابعاد فعالیت در هر یک از اونها را باید به آژانس ارائه بده. در مورد راکتور آب سنگین عراق، ایران قبول کرده تا در آینده همکاری‌های انجام بده تا ورودی و خروج مواد رادیواکتیو در تأسیسات برای آژانس دقیقاً مشخص بشه. ایران همچنین به بازرسان آژانس اجازه میده روزانه از تأسیسات بازدید کنند برای اطمینان از اجرای دقیق توافق ژنو. در مقابل کشورهای 5 به اضافه 1 هم قبول کردند که اقدامات داوطلبانه ای انجام بدن. آزاد کردن بیش از 4 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران یکی از این موارده. البته قراره به صورت قسطی به ایران پرداخت بشه. گزارش‌های غیر رسمی میگن این پول تنها حدود 4% دارایی‌های مسدود شده ایرانه. قرار شده که روند فشار بر مشتری‌های نفت ایران برای کاهش خرید هم در این 6 ماه متوقف بشه. یعنی با فرض ثابت موندن قیمت نفت، حداقل درآمد ایران کمتر از این نمیشه. ایران در ضمن اجازه پیدا میکنه فلزات گرانبها بخره که میتونه به ثبات بازارهای مالی ایران کمک بکنه. بخشی از تحریم‌های صنایع خودروسازی و هواپیمای ایران هم لغو میشه. البته هنوز جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده. همچنین در 6 ماه آینده تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب نمیشه و در پایان یک سری کانال‌های مالی برای انتقال پول خدمات یا کالاهای انسان دوستانه باز میشه و البته سقف خریدهای مجاز از اتحادیه اروپا هم افزایش پیدا میکنه. همه مفاد این توافقنامه از امروز قابل اجرا هستند. هرچند در مقدمه و بخش پایانی این توافق به غنی‌سازی در ایران اشاره شده است، اما در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از این توافق هم آغاز شد. این قدم اوله. اجازه بدید روشن کنم که این قدم اول به هیچ وجه نمیگه ایران داره حق غنی‌سازی. در این سند چیزی مبنی بر حق غنی‌سازی ایران نیست. در این سند چنین اومده که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران موضوعی برای گفتگوهاست و تنها بر اساس توافقنامه اصلی این برنامه میتونه باشه یا نباشه. اما کمتر از 1 هفته بعد از این توافق، شورای اتحادیه اروپا نام 17 شرکت ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد تا نگرانی درباره سرنوشت این توافق بالا بگیرد. ماه آذر به نیمه رسیده، اما تفسیرها از توافق ژنو همچنان ادامه دارد. این بار اوباما در نشست سالانه سابان از این توافق به عنوان کف خواسته های آمریکا یاد کرده و گفت که این توافق کف خواسته های ماست و هدف اصلی ما بعد از توقف غنی‌سازی 20% به عقب برگرداندن این روند و رساندن غنی‌سازی ایران از 20% به 0 است. همکنون آنچه ما در عوض این اقدامات انجام داده ایم، این تحریم ها به قوت خود باقی میماند. زیر ساخت تحریم ها در بخش نفت، مالی و بانکی باقی میماند. کاری که ما کرده ایم این بود که کمی شیر و آب را باز کردیم و همانطور که گفتم حد اکثر 7 میلیارد دلار از 100 میلیارد دلار دارایی آنها که در نتیجه تحریم‌های ما مسدود شده است آزاد می‌شود. آنچه که مورد تایید ماست این است که هیچ کدام از تحریم‌های کلیدی لغو نمی‌شود. با وجود این سخنان مقامات آمریکایی، ایران اما فراتر از تعهدات بین‌المللی به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد. در خصوص اجرای اقدامات عملی که توافق شده بود صحبت کردیم، به ویژه در خصوص بازدیدی که کارشناسان آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراک داشتن و از دید آژانس بازدید موفقی بود و انتظارات آژانس رو برآورده کرد. روز بعد اما یک اقدام سر و صدای زیادی به پا کرده و خبرش در صدر رسانه‌های دنیا نشست. خبر این بود که این بار وزارت خزانه‌داری آمریکا
نام 19 فرد و شرکت ایرانی از جمله شرکت ملی نفتکش ایران را به لیست تحریم‌هایش اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه نام شماری از شرکت‌ها و افراد ایرانی و خارجی را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. بعد از این روبوسی ها و دست دادن ها بسیاری انتظار داشتند دست کم تا مدتی حرف از گسترش تحریم ها نباشد، اما به یک ماه نکشید. وزارت دارایی آمریکا نام چند شرکت و فرد حقیقی را به فهرست تحریم هایش اضافه کرد. ایران در مذاکرات هسته‌ای ژنو حسن نیت خود را برای حل مسائل باقی مانده درباره فعالیت هسته‌ای خود نشان داد، اما تصمیم اخیر آمریکا اقدامی مخرب در اجرای توافق ژنو است و ثابت کرد ایران حق دارد که به قول آمریکایی‌ها اعتماد نکند. هرچند در توافق ژنو به صراحت آمده که آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نخواهند کرد، اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید این اقدام آمریکا را مغایر با توافق ژنو نمی‌داند. توافقنامه ژنو به روشنی به تحریم‌های هسته‌ای اشاره و به صراحت بیان کرده که تحریم‌های موجود ادامه خواهد یافت. گفتگوی ما به معنی جلوگیری از اجرای تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای نیست، یا مانع از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم یا به سابقه حقوق بشر این کشور مربوط نمی‌شه. فصل زمستان و سرما فرا رسیده، اما در سرمای این روزها بازار جلسات هیئت‌های کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک برای اجرایی کردن توافق ژنو گرم‌تر از گذشته شده. اوباما یک هفته مانده به اجرایی شدن این توافق از در باغ سبزی میگوید که اگر ایران از آن عبور کند فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را برایش به وجود خواهد آورد. اگر ایران از دری عبور کند که در مقابلش باز شده، من شکی ندارم این در فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای ایران و مردم ایران ایجاد می‌کند. اما اگر این فرصت را از دست بدن، ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم این توافق را متوقف کنیم و فوراً به عقب برگردیم. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر تعهدات ایران راهی سایت نتنز، فردو و نیروگاه عراق شده تا پایبندی ایران به تعهداتش را راستی آزمایی کند. اجرای توافق هسته‌ای 6 ماهه میان ایران و پنج به علاوه یک از اینجا کلید می‌خورد. ایران در گام نخست بر اساس توافق انجام شده غنی‌سازی 20% را متوقف کرده و مراحل رقیق سازی و اکسید کردن ذخایر اورانیوم 20%ی خود را آغاز کرد. همه چی طبق نقشه پیش رفت. غنی‌سازی 20% متوقف شده و کم اثر کردن ذخیره اورانیوم 20% شروع شده. همه چی عالیه. اجازه بدید در ابتدا بگم که امروز در تلاش‌های ما برای اطمینان یافتن از اینکه ایران یک برنامه صرفاً صلح‌آمیز هسته‌ای داره روز بسیار مهمیه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چند ساعت دیگه گزارشی منتشر می‌کنه. می‌دونید که من در ماه دسامبر از جانب وزیران خارجه مأموریت پیدا کردم امروز پیشنهادی رو مطرح کنم که بر اساس اون بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا مطابق با طرح مشترک اقدام ژنو لغو میشه. دو روز پیش بازرسان اومدن از سایت عراق بازدید کردن، یعنی از قسمت انبارهای مربوط به ریاکتور 40 مگاواتی عراق. اون دو آبشاری رو که ما در نتنز داریم، اون حلقه وسطش رو
اون اتصال ریز شد، مهرموم شد و همچنین چهار آبشاری که در فوردو داریم بعد از نتنز به فوردو رفتن، اونجا هم اون اتصال ها رو مهرموم کردن و بعدم تزریق رقیق سازی هم آغاز شد. پروس حدود ساعت 11:30 با آژانس تماس میگیره و اعلام میکنه که اقدامات توسط جمهوری اسلامی ایران آنگونه که تعهد شده بود بر اساس تفاهم نامه انجام شد. چندی بعد یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از گام‌های مثبت ایران سخن گفت. آژانس نظارت و بررسی مفاد مربوط به پرونده هسته‌ای ایران که در توافق دو طرفه میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 آمده را آغاز کرده. مفاد این توافق طبق برنامه اجرا شده است. همانطور که به اعضای شورای حکام هم گفتم، اقداماتی که ایران انجام داده و گام‌های بعدی که متحد به اجرایشان شده گامی مثبت و رو به جلو است. آژانس پایبندی ایران بر تعهداتش را تایید کرد. حال نوبت 5+1 رسیده بود تا تعهداتش در برابر ایران را به اجرا بگذارد. ما هم به تعهدات خودمان عمل می‌کنیم، یعنی اعلام تعلیق بعضی از تحریم‌ها. در حالی که همه منتظر بودند پس از توافق ژنو و برخی مراودات و اقدامات اعتمادساز ایران تحریم‌ها به تدریج برداشته شود، این بار برای سومین بار بعد از توافق هسته‌ای تحریم‌ها را علیه چندین شخص حقیقی و حقوقی کشورمان افزایش می‌دهند. فهرست تحریم شده های آمریکا هفته پیش باز هم بزرگتر شد. اسامی 16 نفر ایرانی و خارجی و 18 شرکت به فهرست سیاه وزارت دارایی آمریکا اضافه شد. اونم درست بعد از اینکه معاون وزیر دارایی آمریکا به اروپا و آسیا رفت تا به بازرگانان هشدار بده بیشتر تحریم ها هنوز سر جاشون هستن. در فاصله کوتاهی رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای در سخنانی از خواسته های آمریکا میگویند. همانطور که رئیس جمهور گفت، ما میدانیم ایران برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نیازی به یک مرکز زیرزمینی و مستحکم غنی‌سازی همانند فوردو ندارد. آنها برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به راکتور آب سنگین در عراق نیاز ندارند. ایران که با توقف غنی‌سازی 20% و امکان بازرسی‌های فراتر از تعهدات کوشیده تا اعتماد 5+1 و آژانس را جلب کند، این بار با خواسته‌های دیگر روبرو می‌شود. خواسته‌های غیر هسته‌ای، آن هم در مذاکرات هسته‌ای. تمرکز ما بر برنامه هسته‌ای ایران ما را از تلاش‌هایمان برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و مداخله آن در امور منطقه‌ای منحرف نکرده است. در میانه و کشاکش اختلافات ایران و 5+1، هیئتی 110 نفره از تجار و بازرگانان فرانسوی به تهران آمدند. برای برخی این سفر حاوی نشانه‌هایی از سست شدن تحریم هاست، سفری که ظاهراً به مزاق آمریکایی ها خوش نیامده. از زمان دستیابی به توافق ما تحریم های شدیدتری رو علیه برخی از شرکت های خاص اعمال کردیم. به ایرانی ها هم گفتیم که تحریم ها رو ادامه میدیم. برای همه کشورها هم این موضوع رو روشن کردیم که نظام تحریم ها پابرجاست. فرانسوی ها ممکنه هیئت تجاری به تهران بفرستن، اما قادر به نقض تحریم ها نیستن. اگر چنین کاری کنن تحریم میشه. ما کاملا مصممیم که حتی در طول این توافق به صورت کامل همه تحریم ها رو اعمال کنیم. در واقع ما گام های مختلفی در 6 هفته گذشته برداشتیم تا شرکت هایی را که این تحریم ها را نقض می کنند شناسایی کنیم. قرار نیست هیچ تخفیفی در کار باشد. صنایع شاید بخواهند دیر یا زود راه های ورود به بازارهای ایران را بررسی کنند، ولی آنها خودشون را به خطر انداختند، چون ما نهایتا آنها را شدیداً مجازات می کنیم. یک ماه پس از این سخنان و یک هفته پس از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، اوباما در نامه‌ای به کنگره وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای 1 سال آینده تمدید کرد. قانونی که بر اساس آن آمریکا اجازه تنظیم روابط تجاری از جمله توقف معاملات و مسدود کردن دارایی‌ها را می‌یافت. اگه آمریکا تحریم‌های جدید و علیه ایران به اجرا بگذاره، عملاً توافق ژنو رو نقض کرده و این واقعیت که نمی‌توان به قول مقامات آمریکایی اطمینان کرد، بیشتر برای افکار عمومی روشن خواهد شد. هنوز 1 روز از این اقدام اوباما نگذشته بود که شورای وزیران اتحادیه اروپا به ادامه تحریم‌ها علیه ایران رأی داد تا تردیدها نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها از سوی غرب بیشتر شود.
مقامات آمریکایی چندی بعد ترکیه و فرانسه را از هر گونه رابطه تجاری با ایران منع کردند و حتی پا را از این هم فراتر گذاشته قرارداد نفتی ایران و روسیه را مصداق نقض تعهدات ژنو می‌دانند. من تایید این گزارش‌ها را دریافت نکردم. می‌دانم که مدتی است شایعاتی در این باره مطرح شده. ما قبلاً نگرانی‌هایمان را به طور واضح به دو طرف اعلام کرده‌ایم. اگر این توافق پیش برود، باعث نگرانی‌های جدی خواهد شد. این توافق با توافق‌های 5+1 در تناقض خواهد بود و می‌تواند باعث اعمال تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات و اشخاص درگیر در این معاملات شود. در حالی آمریکا گمانه‌زنی‌ها پیرامون قرارداد نفتی ایران و روسیه را نقض توافق ژنو می‌خواند که در پایبندی آمریکا و دیگر کشورهای 5+1 تردید اساسی وجود دارد. اولین آن هم عدم پایبندی به تأمین قطعات هواپیما بود. رئیس سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید به رغم تعلیق تحریم‌ها ایران هنوز نتوانسته قطعات هواپیما وارد کند. تو بعضی زمینه‌ها مذاکرات و تعاملات خوب پیش رفته، مثل همون ارسال مدارک. تو بعضی زمینه ها هم شاید به اون شکل پیش نرفته باشه که یکیش همین بحث سوخت هست. منتها شرکت هایی که سوخت رو تحویل میدن، این شرکت ها یا آمریکایی هستن یا تحت فشار شرکت های آمریکایی مجبور میشن که این سوخت رو در اختیار هواپیمای ایرانی قرار ندن. عدم پایبندی آمریکا و 5+1 به تأمین قطعات هواپیما محدود نمانده. از بیمه نفتکش ها و تحریم دارو گرفته تا تعلیق تحریم ها و تضمین افزایش صادرات نفت و آزاد کردن دارایی های ایران. وال استریت ژورنال گزارش کرده هرچند این پول ها آزاد شده، ولی بانک های خارجی به خاطر تحریم ها از انتقال آن به ایران تفره می روند. انتقال این رقم که معادل 10% کل صادرات کنونی نفت ایران در سال است، یکی از معدود امتیازهای طرف غربی به ایران بود. اما امتیازهای دیگر هم زیر سوال است. گزارش شده ایران نتوانسته از تعلیق تحریم بیمه دریایی هم استفاده کند. به روایت آژانس بین‌المللی انرژی، فوریه یعنی یک ماه بعد از اجرایی شدن توافق، فروش نفت به تقریبا 1,580,000 بشکه در روز رسیده بود، در حالی که مقام‌های ایران آن را نشانه ترک خوردن سازمان تحریم می‌دانستند. همتایان آمریکاییشان می‌گفتند نگران نباشید، مهم متوسط فروش 6 ماه است، این رقم پایین می‌آید. آزاد کردن 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از دیگر تعهداتی است که اجرای آن در حاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر میرسه این وسط ایران به تعهداتش عمل کرده. ماموران و بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مرتب دارن میگن که ایران عمل کرده. همین یکی دو روز آینده هم قراره که گزارش دیگه ای بر این مبنا منتشر بشه. ولی به نظر میسه که امریکایی‌ها هستن که در واقع مانع تراشی میکنن. امریکایی‌ها نمیتونستن بعد از توافق ژنو یک بخشنامه بدن به تمام بانک‌ها، بگن که تمام اون محدودیت‌های گذشته رو دیگه در نظر نگیرید و ما شما رو تعقیب نمی‌کنیم اگر پول‌های ایران رو برگردونید. از روز اولی که مناقشه هسته‌ای شروع شد روشن بود که هر مرحله‌ای که جلو میره عوض کردنش بسیار مشکل‌تر از درست کردنشه. مثلا نگرانی‌هایی که ما ابراز کردیم زمانی که پرونده ایران به شورای امنیتی می‌رفت این بود که وقتی در شورای امنیت چیزی به تصویب برسه، بعداً عوض کردنش به خاطر حق وتو و غیره بسیار مشکل خواهد. باز همین ابراز نگرانی شد زمانی که تحریم‌ها داشت انجام می‌گرفت، که زمانی که تحریم‌ها بیاد و شکل پیدا کنه و برقرار بشه، از میان بردنش بسیار دردسر خواهد داشت. ها
حال با گذشت 6 ماه از توافق اولیه، همه طرف ها اینجا در وین جمع شده اند تا زمینه را برای نگارش پیشنویس توافق جامع آغاز کنند. اختلافات این بار اما عمیق‌تر از ژنو است. اختلافات هنوز خیلی زیاد هست بین ایران و بین 5 به علاوه 1. حدود 7 و یا 8 مورد اختلاف شدید وجود داره. به عنوان مثال در زمینه غنی‌سازی، ایران میخواد تعداد سانتریفیوژهای حداقل 10,000 تا در ایران فعالیت کنن، غرب زیر 5,000 تا رو میخواد. در مورد راکتور آب سنگین عراق اختلاف هست. در مورد حتی میزان تحقیقات، آیا ایران میتونه تحقیقات درباره سانتریفیوژهای مدل جدید داشته باشه یا نه، اختلاف هست. در مورد دوره بازدید و کنترل ایران اختلاف هست. ایران میخواد 5 سال باشه ولی غربی ها 12 و حتی تا 20 سال میخوان که ایران تحت کنترل باشه از توسط اونها. این هست که موارد اختلاف بسیار جدی هستند. اختلافاتی که پای مسائل غیر هسته‌ای را هم به مذاکرات هسته‌ای کشید. البته موضوعات دیگری مانند توانایی‌های موشکی ایران و حمایت دولت ایران از تروریسم نیز وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. اما در حال حاضر تمرکز ما بر برنامه هسته‌ای این کشور است. با همه این تفاصیل در مورد انجام تعهدات 5 به علاوه 1 در قبال ایران، زمان عادی شدن پرونده هسته‌ای و برداشته شدن کامل تحریم‌ها همچنان از مواردی است که مورد اختلاف شدید طرفین قرار دارد. تفاهم نامه که با ایران میشه چند سال چگونه باشه؟ غرب میخواد یه چیزی بین 10 تا 20 سال باشه، ایران میخواد حد اکثر 5 سال زیر نظر و کنترل باشه. در همون ابتدای توافق نامه هم همه تحریما برداشته شن. غرب استناد میکنه به جمله آخر تفاهم نامه ژنو در نوامبر 2013 که در اونجا آمده هیچ توافقی نمیشود مگر اینکه بر روی همه مسائل توافق شده باشد. یعنی غرب امکان این رو نداره، یا ایران هم این امکان نداره که بگن الان مثلا در مورد مسئله عراق یا مسائل دیگر به توافق رسیدیم، فعلا بخشی از تحریم ها رو بر میداریم، در دور بعدی مذاکره جدید میکنیم. برداشتن تحریم ها منوط به این هست که در مورد تمام نکات مورد اختلاف تحریم‌ها برداشته شن. در ضمن این امکان هم برای آمریکا خیلی سخت است. آمریکا رئیس جمهور میتونه بخشی از تحریم‌هایی که مربوط به تصمیمات دولتی بوده برداره، ولی اونش که مربوط به کنگره هست این امکان وجود نداره. طول زمان هر نوع توافق، اینجا این توافق جامع یکی از مسائل مورد بحث، به نظر شما این توافق چند سال باید باشه؟ 2 سال، 3 سال، 20 سال، 10 سال، چقدر باید باشه؟ آژانس میگه که در حدود 1 تا 2 سال زمان نیاز داره برای اینکه بتونه به مسائل مربوط به بعد احتمالی نظامی رسیدگی بکنه. بعد احتیاج به 5 تا 6 سال داره برای اینکه بتونه با دسترسی که در معاهده الحاقی پیدا میکنه به تمام کشور بتونه مطمئن بشه که هیچ برنامه پنهانی هسته‌ای وجود نداره. بنابراین فاز دوم هم میتونه 5 تا 6 سال باشه و بعد اون وقت ما یک فاز نهایی رو تعریف میکنیم بین 8 تا 10 سال که برنامه به سوی عادی شدن میره. یعنی ایران به تدریج ظرفیت غنی‌سازیش رو بیشتر میکنه و غرب به تدریج شفافیت هایی که بیش از تعهدات بین المللی ایران هستن رو کم خواهد کرد و تحریم ها هم به همون نسبت کم خواهد. به این ترتیب سوال ها طول خواهد کشید که تحریم ها علیه ایران برداشته بشه. ببینید، همونطور که گفتم ما میتونیم در گام اول تحریم ها رو به مقدار بسیار زیادی کم بکنیم، ولی حقیقت این هست که سال ها طول کشیده تا ما به این مرحله در بحران رسیدیم و سال ها هم طول خواهد کشید تا این بحران از بین بره. حقیقت امر این هست که شورای امنیت تا زمانی که آژانس گواهی سلامت کامل به برنامه هسته ایران نده، حاضر نخواهد بود که قطعنامه های شورای امنیت رو ملغا بکنه و این یک پروسه چند ساله خواهد. سرانجام مذاکرات وین 4 با اختلافات شدید طرفین بدون نتیجه پایان یافت تا شاید در دورهای بعدی کار تنظیم پیشنویس توافق نهایی را از سر گیرد. از ژنو تا وین هر چند حدود 6 ماه بیشتر به طول نگنجامید، اما صحنه روشن دیگری از صداقت دو طرف پرونده هسته‌ای را پیش روی جهانیان قرار داد.
یک طرف پایبند به تعهدات خود حتی فراتر از مقررات و معاهدات بین المللی و طرف دیگر ناقض حتی ساده ترین تعهدات و پیگیری مطالبات غیر قانونی و زیاده خواهانه. حال باید دید آیا در ادامه مسیر مذاکرات آمریکا و متحدانش همچنان در مسیر بی نتیجه گذشته حرکت خواهند کرد یا در نهایت حقوق مسلم ملت ایران را به رسمیت خواهند شناخت.